بینندگان گرامی، با عرض سلام و احترام و ادب، از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی ولی کمی آلوده به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم به هم میهنانم در سراسر دنیا. من جلیل مرتضوی هستم. امروز سه‌شنبه 5 جولای 2022 میلادی و برابر است با 14 تیر 1401 خورشیدی. دوستان گرامی، در برنامه امروز گفتگوی خواهم داشت با احمد مزارعی، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه، در ارتباط با مقاومت نیروهای مقاومت در منطقه از حزب الله لبنان گرفته فلسطین و همچنین یمن و چرا ایران با اینها ارتباط داره. دلایل تاریخیش رو آقای مزارعی به شما توضیح خواهند داد. اما دوستان، دیروز یک گشت و گذاری داشتم به همین اطراف خونمون، این دورورا. یکی از این پارک ها رفتم، گفتم ببینم مردم اونجا چیکار میکنن. ببینید، تو پارک ها یه اتفاق جالبی که برای من افتاد اینی که دستگاه هایی که اونجا گذاشتن، شما میتونید مفت و مجانی ورزش کنید. من اونجا هم توضیح میدادم که آقا این دستگاه ها در امریکا شما باید برید عضو یک جیم بشید و پول بدید، یا اگر مریضید میرید تو بیمارستان برای فیزیکال تراپی از این دستگاه دارن. ولی در ایران تو پارک‌های مجانیه و انگار که مثلا باید اونجا باشه. هیچکی اصلا نمیدونست. حالا با هم اینو نگاه بکنید تا من صحبت‌های دیگه‌مو ادامه بدم. دوستان، من الان در پارک اوستا هستم، خیابان آزادی در تهران بزرگ. الان با این دستگاهی که من دارم پا میزنم و ورزش میکنم، این مجانی، انواع اقسام دستگاه اینجا همه پارک هم داره. در هیچ جای دنیا هم چیزی وجود نداره. در امریکای ما چون باید پوز به یک گروه بشید، ماهانه حداقل $100 بدید تا از این ماشینا رو بزنن تو بتونی باش بازی کنی. یعنی این مجانیه، کسی هم از تو سوال نمیکنه که اینجا چیکار میکنی، کجا میری، کجا نمیایی، یا هر چقدر میخوای حال کنی در همین پارک. خب دوستان، من این دستگاه دیدم خندم گرفت. میدین چرا؟ من وقتی فیزیکال تراپی رو رفتم تو باستون، تو اون فیزیکال تراپی تو اون بیمارستان از این دستگاه بود، ولی اینجا همینطوری من دارم مجانی استفاده میکنم. واقعا جای جالبه و گفتنیه که ایران دوستان همه جای دنیا بدون، البته اونا میدونن، من تازه کشف کردم. باور کنید یکی دیگه از این دستگاه ها باز تو بیمارستان و باستان فیزیکال تراپی داشت، ولی اینجا مجانی من نشستم دارم میکنم. خب دوستان، این یه واقعیت، یا باور کن هم یکی از اون دستگاه ها بود. من چون 2-3 ماه فیزیکال تراپی رفتم به خاطر دسکم، خدا رو شکر برات خوب شد، ولی میگم که
دیگه احتیاجی نبود. شما اگه ایران باشی همین دارم بیا اینجا مجانی هر روز هوای آزاد. حالا هوا امروز خود آلوده است ولی خب به هر حال اینو اینجا دیگه همه پارک هم داره، استثنا نیست. این برای ما دهاتیه یه خود سخته، تمرین میخواد. منم یه دو سه سال فیزیکال تراپی نرفتم. بیرون مسلح آفرین به شما باید افتخار بود. چون امریکا هر کسی که نیروهای مسلح باشه اولین چیزی که میگن آقا ممنونم از خدمتی که به کشور کردی. خب دوستان دیدید برای اون دو سه نفری که فکر میکردن من علکی میگم تو ایران هستم و میگه اگه ایرانی برو داخل شهر یه چیزایی نشون بده، اینا دیگه نمیدونم. ما سالهاست هر حرفی که تو این تلویزیون میزنیم بارها هم تکرار کردم، شما میتونید ببری بانک و نقدش کنی. ما احتیاجی نیست که داستان در مورد این چیزا بسازیم. و اما دوستان یه چیزی خیلی جالبی خدمتتون بگم. یه دوستی پیام فرستاده بود که در مورد این آپارتمان که گرفتید خیلی خوبه، خیلی استقبال کردن. یه دوستی ایراد گرفته بود که آقا چرا به دلار میخواییم بگیرین اجارهشون رو، شما همون به ریال ایران. من اونو برای فقط قیمت گفتم. دوستایی که از خارج میان خب اونا با همون پول کشوری که توش زندگی میکنن تو دستشونه، وقتی اومدن ایران میتونن خورد کنن و همون تومن هم اگه خواستن بدن. ما برای اینکه بتونیم یه سرویسی به اینا بدیم که دیگه نگران نباشن دنبال خورد کردن پولشون یا هرچی، این فقط برای سرویسی که میخوایم به همون شکل، مثلا طرف میخواد به یورو بده یورو قبول میکنیم، دلار امریکا، دلار کانادا یا دلار کشورهای دیگه یا هر پولی. منظورم این که این برای راحتی اونایی که میخوان. به هر حال این مال ماست دیگه آپارتمان، کسی بخواد استفاده کنه، اونایی که علاقه دارن نیاز دارن اونا استفاده میکنن. و ضمناً این برای هر کسی هم نیست، اگه خواستن استفاده بکنن عوض میشن که ما میشناسیم طرف کی از کجا میاد چقدر میخواد بمونه، این جزء برنامه است. و اما در رابطه با اتومبیل یه چیزی جالبی خدمتتون بگم دوستان، این فقط در ایران اتفاق میفته، جایی دیگه من سراغ ندارم. یه دوست نازنینی که از ایران دوستان بسیار خوب ما که همیشه با ما هم در تماس بود وقتی برنامه ها از امریکا پخش میشد، در رابطه با اتومبیل یه پیامی فرستاده، کامبیز مهدوی. گوش کنید به حرفای کامبیز. بر شما گروه، من مهدوی هستم خدمتتون عرض کنم. الان برنامه‌تون رو دیدم که گفتید ماشین، صحبت از خودرو کردید و خودرو ایرانی. خب من یه خودرو ایرانی دارم برای شرکت سایپا ساینه، مدلش هم بالاست تقریبا نوعه، بیشتر اوقات پارکینگ افتاده. حالا تا موقعی که ایران تشریف دارید من میارم بهتون میدم، با مدرک دستتون باشه، همش خونه افتاده خاک میخوره، لابی افتاده هزینه نکنید. ایشالله که تا سریه بعد که بیاید ایران یه دونه ماشین خوب تهیه کنید. این ماشین هم که من دارم برای ایرانه، این که بابت این خیالتون راحت کنم. خب جناب کامبیز مهدوی واقعا سپاسگزارم از لطفتون. و یادت باشه آقای مهدوی ما ممکن اصلا از ایران نریم، حالا باز حاضری این ماشین در اختیار ما بذاری، ولی از این که لطف کردی من سپاسگزارم. پس لطف کنید از حالا ببرید کارواش، بشورید آماده کنید که من میگم دستیارم باتون تماس میگیره، میایم از ماشین از شما میگیریم. ضمن آقای مهدوی یاد باشه من پشت ماشین نمیتونم بشینم، اگه من پشت ماشین بشینم که دیگه ماشینی در کار نخواهد بود، ولی راننده دارم و دوستایی که میخوان این ماشین استفاده کنن حتما باید یا راننده ما کمکشون میکنه یا اگر گواهنامه اینجا رو داشته باشن خودشون. ولی شما الان لطف کنید این ماشین رو ببرید کارواش، بشورید آماده بکنید، با من تماس کنید. ولی از محبتاتون، یعنی واقعا این دوستان فقط کار یه بچه شیعه
ایران دوست اتفاق میفته که ماشین همینجوری در اختیار ما قرار میده. دمت گرم، مرسی. دوستان چند تا پیامای دیگه رسیده، حالا اونا رو بعداً بخش شد در اختیار شما خواهم گذاشت. و اما اجازه بدید آقای مزارعی چون شیرازه، بریم سراغ آقای مزارعی، این گفتگو رو با آقای مزارعی انجام بدم. برای شما خیلی جالبه که یه چیزایی بسیار تاریخی توش هستش. خب بینندگان گرامی، توانستیم بعد از مدت‌ها با آقای احمد مزارعی ارتباط برقرار بکنیم، چون ایشون هم ایشون تو ایرانه هم من، بنابراین فکر کنم الان دیگه مشکلی نباشه که بتونیم با هم صحبت کنیم. آقای مزارعی، ضمن تشکر از شما و با صحبت‌هایی که با هم داشتیم، جالبه که آقای مزارعی، خدمتتون بگم در برنامه قبلی خودمون من اشاره کردم کاری که حزب الله کرده با فرستادن 3 درون به داخل اسرائیل که در حقیقت یک هشدار بود. این درون‌ها فقط ریکانسن پلین یا به عبارت ساده یک هشدار بود برای شناسایی که به اسرائیلیا بگی آقا مواظب خودتون باشید، شما نمیتونید گاز ما را از آبهایی که به لبنان مربوطه بدزدید و هر کی این کارو بکنه ما مقابله میکنیم. و این هیچ ارتباطی هم با ایران نداره دیگه، برای دفاع از آب و خاک کشورشون که لبنان باشه میکنن. حالا آقای مزارعی، به صحبتایی که جناب عالی میکنین که کمک به فلسطین، به حزب الله، همه اینها در صورتی که اونا برای تلاش میکنن برای ادامه زندگی خودشون، دفاع از آب و خاک خودشون، حالا میکروفون در اختیار شماست، ما در خدمتیم. خب سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. اولا این که میگن ایران کمک میکنه به فلسطین، یه مقدار زیادی اغراق درش هست. اولا من فکر میکنم اصلا جنبش حزب الله لبنان به لحاظ تکنولوژی نظامی و ساخت بعضی بسیار تجهیزات نظامی به ایران نیاز داره و این البته خیلی به نفع ایران هم هست. در حقیقت سالیان درازی که جنبش فلسطین وجود داشت، هیچ وقت از ما کمک نمیگرفت. ما ایرانی ها بودیم که میرفتیم تو اردوگاه های اونا، دوره های نظامی، دوره های سیاسی، دوره های اجتماعی فرهنگی میدیدیم و میمدیم برای نجات از سلطه استعمار، از سلطه امپریالیسم آمریکا مبارزه میکردیم. درست. اینجوری نبود که اونا نشستن ما بهشون کمک کنیم. در مورد حزب الله، اولا این واقعا افرادی میخوام بگم ابلهند یا نادونند، یا مشخصا تبلیغاتی که از طرف عربستان و آمریکا و اسرائیل میشه اون بندش جداست، اون من کاری به اونا ندارم. ولی اولا حزب الله لبنان خودش یک به اصطلاح خودش چند تا نماینده تو مجلس داره، تعداد زیادی از سازمانهای سیاسی لبنان هم پیمانن با حزب الله. حزب الله خودش مناطق زیادی کشاورزی داره، صنعت داره، تولید داره، در کشورهای مختلف شرکت‌های مختلف کامپیوتری، تجارتی، درستی، برحال یه تشکیلاتی که رو پای خودش وایساده. درست. نیاز نداره که ما مثلا چه کمکی بخوایم بکنیم به اون. ببین من یه توضیح بدم، مثلا حدودا 15 سال پیش دکتر فریبرز رئیس‌دارا اومده بود کانادا، من صحبت میکردیم و فلان اینا، گفتم دکتر ایران چقدر در نظر شما در سال کمک میکنه به حزب الله؟ گفت اونجا که من میدونم حزب الله خودش کوشش میکنه رو پای خودش وایسه، ولی کمک های ایران دوره بر 100 تا 150 میلیون دلار بیشتر نمیتونه باشه. یک، دو، اولا ببینیم من یه میخوام اون به اصطلاح همبستگی و وحدت حزب الله رو برای شما بگم. تو کانادا من با خیلی لبنانی ها دوست بودم، بعد به مرور زمان متوجه شدم که هر لبنانیای شیعه سالی 2 ماه موظفن برن برای بیمارستانهای مجانی که در لبنان حزب الله داره و به مردم خدمات میده، سالی 2 ماه برن اونجا کار کنن. درست. یا اینکه پول 2 ماه یک نفر بدن
که برن اونجا دو ماه کار کنن و خدمات مجانی بدن به مردم. آفرین. بگم به صدها هزار نفر، به صدها هزار نفر شیعه، سنی، یهودی، دیندار، بیدین، کمونیست کمک میکنن از نظر بهداشتی، چون یک سیستم دارن. توجه کردی؟ خیلی همون لبنانی ها هستن، از تو لبنان میرن سالی دو ماه کمک اینا میکنن تو بیمارستان مجانی. توجه کردی؟ اینی که بعد یا فکر مونن حزب الله یک آدم کوروکچلی نشسته اونجا که برن دو زن بذارن تو دستش، از این خبرها نیست. میدی؟ اتفاقا آقای مزاری در تایید فرمایشات شما هجا یادم میاد که مدلن آلبرایت وزیر خارجه دولت کلینتون اون در نشستی خبری گفته بود اون موقع که آقا ما رفتیم حزب الله لبنان رو چک کردیم، فساد در حزب الله لبنان وجود نداره، سازمان های خیریه هست و خیلی دقیق کار میکنه. و این صحبت های خانم آلبرایت مورد خشم بعضی از صهیونیست ها تو واشنگتن بود، در صورتی که اون واقعیت رو گفته بود دیگه، یه کسی که واقعا یه مقام رسمی داره. بله میفهمید. بله نه فقط اونجا، عراق هم همینه. همین مبتداتر چند وقت پیش یک روحانی رفته بود یه رشوه کوچیکی از یکی گرفته بود، یه رشوه کوچیک، مبتداتر پیام داد گفت برو خودت رو خلع لباس کن و دیگه اینجا نیا. آفرین. هیچی گفت دیگه اینجا پیدا نشه. آفرین. از این خبرهای که نیست تو اینا. خود حزب الله لبنان بیش از 20 سال معاون شخص حسن نصرالله سمیر قنطار بود که عضو حزب کمونیست لبنان بود. در جریان جنگ دوره مقاومت هزاران اعضای حزب کمونیست لبنان میمدن تو مقاومت های استشهادی انتحاری با کمک حزب الله. اینجوری نیست که حزب الله یک اعتبار بسیار بسیار بالایی داره در بین مردم لبنان. نیاز نداره که بله، چون ما شراکت استراتژیک داریم بر علیه استعمار، بر علیه اسرائیل، آمریکا، عربستان، فلان، اشکالی نداره بعضی موقع ایران اونا کمک کنه، ولی اونا آنچنان احتیاج ندارن. یک نیروی، بیا من یه چیزی که به شما بگم، 170 سال پیش لبنان زیر سلطه عثمانی بود. اینا مالیات نمیدادن به عثمانی ها. ماموران عثمانی وقتی که میرفتن به زور میخواستن مالیات شیعیان جنوب لبنان تحصیل کنن، اینا اون زمان باروت میبستن به خودشون منفجر میکردن، ماموران عثمانی رو میکشتن. در 70 سال پیش اینا مقاومت تو خون و جون زندگی و فرهنگشونه، دستشون پیشکتی دراز نمی کنن. بودی شما جنگ 33 روزه، جنگ 33 روزه خود هنگوندگاه بودن. درست. ولی اینا هم کمکشون کرد، ولی پایه اصلی خودشون بودن. دقیقا جنگجو خودشون بودن. توجه میکنی؟ حالا من البته من انکار نمی کنم که دولت ایران کمک میکنه و باید هم کمک کنه، چون مسئله موقعیت استراتژیکی ایران در خاورمیانه هست. یک قطب جهانی به وجود اومده برای ایران. ایران از اون طرف طرفداران داره، روسیه، چین، ونزوئلا، نیکاراگوآ، نمیدونم اکوادور، فلان فلان. این مسئله فرق میکنه از این مسئله کوچولو خارج شده. درست. هیچ اشکالی نداره که ایران بهشون کمک کنه. سالیان دراز که ما زیر سلطه استعمار آمریکا بودیم، عربای فلسطینی به ما کمک میکردن، احتیاجی پول به مگه ما پول میدادیم به سازمان آزادی بخش فلسطین، جبهه کمونیستی جوتبه، جبهه حوادمه که بیاد به ما آموزش بدن، پولی که نبود. درست. چون تمام کارمندان و کارگران فلسطینی در سراسر جهان عرب 25% حقوقشون میدن به جنبش فلسطین. غیر از که در کشورهای عربی نیروهای ملی زیادن، نیروهای چپ زیادن، نیروهای اسلامی زیادن که به جنبش فلسطین کمک میکنن. درست. اینجوری نیست که حماس نشسته اونجا که ایران بره کمک بکنه بهش. این یک مش ابله. یک دو یه عده بی خبر که رو حسن نیت میگن، و یه عده از طرف آمریکا و اسرائیل و عربستان تقویت میشن
این مثلا تبلیغات راه میدادن به خاطر که لوس کنن مبارزات ضد استعماری در منطقه رو. بنام اینجوری نیست که شما بیا در همین عراق این شایعه هست که ما به عراق کمک میکنیم. اما عراق هنوز اصلا تورم نداره، تورم نداره. اصلا در عراق احزاب سیاسی همه آزادن، خوابانه ها آزادن، مطبوعات آزاده، نویسندگی آزاده، رقص و نمیدونم فلان و فلان آزاده. مالکی هیچ کس نتونسته بگه، هیچ کس، هیچ کس نتونسته که یک دینار عراقی رشوه گرفته یا فساد در خانوادش بوده. اصلا این خبرها نیست. عراقیان نیاز ندارن به ما که ما بخوایم کمک کنیم. اتفاقا ایران با تجارت بسیار گسترده‌ای که در عراق داره، ببین یک بار من مصاحبه دکتر مسجدی، آقای مسجدی سفیر ایران در عراق، مصاحبهش گوش میکردم. درست. مسیر اقتصاد عراق هم بود، یه مصاحبه عمومی بود مطبوعاتی. مسجدی میگفت سال گذشته ما 5.5 میلیارد دلار کالای غیر نفتی به عراق صادر کردیم. درسته. ایران بسیار سود میبره از قبل عراق، تجارت میکنن، پولدار هم وقت شکوب تجارت میکنن. نیازی نداره که ایران بشه کن. هر کسی که تو عراق شهادت میشه شهید میشه، فورا براش حقوق ماهانه معین میکنن. اصلا اینجوری نیست. عراق حساب و کتاب داره. ایران تحت هیچ شرایطی کمک نمیکنه به عراق، بلکه سودهای بسیار کلانی از قبل عراق نصیبش میشه. کالاهای ایرانی اونجا، تولیدات ایرانی اونجا. عراقی کشور ثروتمندیه. درست. نیاز نداره به ایران کمکش کنه. نه، تجارت آزاد دیگه، هم اونا هم ایران با هم دارن تجارت میکنن. دو همسایه که یک بازار آزاد میخوان بذارن بین یک شهر مرزی ایلام، ایلام میخوان یک منطقه بسیار بزرگی مبادله مثلا پایاپای کنن. توجه کردی؟ درست. مبادله کنن پس برای اینکه دلار مصرف نکنن، ضد دلار. درست. توجه کردی؟ نه اصلا این حرفات، اینا تبلیغات عربستان و فلان و فلانه. و اصلا بله، من ممکنه ایران موقعی که یه موقع به عراق کمک کرد. ببین طرح آمریکایی‌ها، طرح آمریکا، ترکیه و عربستان این بود که داعش تو 72 ساعت بیاد تو مرزهای ایران. درست. و بزنن ایران داغون کنن. این طرحش بود. موقعی که حرکت کردن موصل رو گرفتن، اومدن تو فلوجه. فلوجه 50 کیلومتری بغداده. قاسم سلیمانی با سپاه پاسداران، 10,000 نفر سپاهی و نیرو، زود یک حلقه، یک کمربند امنیتی دور بغداد کشیدن که داعش نتونه بیاد از بغداد بگذره بیاد تو مرز ایران. این کمک بوده. بله درست بوده، به نفع ما بوده. بعدم با آقای سیستانی صحبت کردم که سیستانی فتوای جهاد کفائی، یعنی هر کس بتونه، این یه فتوا داد. اون وقت ارزیابی سلیمانی بود که ما به 60,000 نفر نیاز داریم. 60,000 نفر تربیت کردن تو چند ماه، فرستادن موسل رو و همه جا رو آزاد کردن از داعش. دقیقا، بزرگترین موفقیت. این کمک ها به نظر ماست. دقیقا. بمونیم بیان داعش و فلان بیان کشورمون خراب کنن. ما اگر اونجا خرج میکنیم برای اینکه داعش کشورمون خراب نشه. و نه تنها به نفع ایران بلکه به نفع عراق هم شد که همه اون بیرون کردن، داعش رو بیرون کردن دیگه. دقیقا، تمام تروریستای داعش از اون... اینجا یک سری کشورهای استقلال طلب مسلمون که اعتقاد به همکاری ملی اسلامی تاریخی فرهنگی و ضد استعماری دارن با هم همکاری میکنن. این یک افتخاری برای تک تک ایرانی ما، برای عراقی، برای فلسطینی، برای لبنانی، برای یمنی. توجه میکنید؟ و همین هم هست دیگه. من مثلا یمن رو خدمتتون عرض کنم. اولا یمن در 1000 سال گذشته همیشه مستقل، هیچ وقتی بار استعمار نرفته. توجه میکنید؟ این یکی. دوم، در جریان به اصطلاح موقعی که ایران و عراق جنگ بود، ایران و نه معذرت میخوام
آمریکا اومده بود عراق و گرفته بود و فلان اینا، اوضاع عراق مگه نمودن اشغال کردن؟ درست. ببین ببین ایران با یمن سابقه تاریخی داره. ما باید یمن رو مثل مردمک چشم، دوباره میگم مثل مردمک چشم ازش حفاظت کنیم، چون گلوی ما تو باب‌ال مندبه. دقیقا. اون ارتباطی به جمهوری اسلامی هم نداره، در طول تاریخ هم اینطور بوده نه؟ بله. حالا من شما رو میبرم دوره انوشیروان. پادشاه یمن ساتراپ نشین ایران بود، زیر نفوذ ایران بود. رومی ها یا بیزانس ها چون تجارت با گلمندق دریای سرخ زیر نظر ساسانی بود و ساسانی از بازرگانان مالیات میگرفت. درست. بیزانس ها یعنی یا رومی ها اومدن یک کودتا کردن، سیف ابن دیزم پادشاه یمن رو انداختن کنار، یه پادشاه خودشون رو بودن که خودشون مالیات بگیرن. درست. انوشیروان اومد، یکی از فرماندهان بسیار معروف نیرو دریایی ایران در اون زمان به نام مهرد، گفتش که باید بری سیف ابن دیزن که به نعمان ابن منذر پناه برده تو عراق برش گردونی سر کار، سر دولت پادشاهیش. اینا با 8 کشتی حرکت کردن به طرف یمن. در راه یکی از این کشتی ها غرق شد، 7 کشتی رسید به ساحل یمن. بعد از که پیاده شدن مهرد گفت تمام کشتی ها رو بسوزونید، کسی فکر بازگشت نکنه. یا سیف ابن دیزن میاد سر کار یا ما از بین میریم. و چیز رو بودن سر کار سیف ابن دیزن. ایرانی که رفتن اونجا موندن اونجا، تا امروز هم معروفن به فرزندان آزادی بخش، ابناء الاحرار. ابناء الاحراری ها چند تا روستا اونجا دارن، همون ایرانی که رفتن اون زمان یمن آزاد کردن. بعد اصطلاح ابناء الاحرار ایرانی تو خیلی کشورهای عربی هم رفت، به قهرمانانشون لقب ابناء الاحرار میدادن. اینجوری نیست که ایمان امروز نیست رابطه ما با یمن، بلکه امروز یمن جلوگاه ما ایرانی هست. از اول انقلاب شد در ایران، ببینید موقعی که مصدق اولین کشتی نفتی رو فرستاد که بره اروپا، انگلیسی ها در همین باب المندب نام جنگی داشتن، کشتی مصدق رو با نفتش مصادره کردن. من مصدق رو با برنامه های دیگه، البته مصدق با اقتصاد با تحریم اقتصادی از بین نرفت، چون از مردم قرضه ملی گرفت. این بار اومدن با نیروی نظامی و ارتشی و شعبون بیمک و کارجاهای فلانی به زور مصدق رو انداختن، ولی مصدق اعتبار داشت همچنان. درست. یه انصراف یمن وقتی که انقلاب شد، جمهوری اسلامی به فوریت یکی دو سال بعد دو تا کشتی نظامی گذاشت تو تنگه باب‌المندب که نتونن جلو کشتی ایران بگیرن. توجه میکنی؟ بعد الان هم که هیچ که جرأت نمیکنه. آره. بعدش هم بعدش میبین چی کار کردن. در جریان به اصطلاح جنگ عراق اینا که بود، اومدن عده زیادی یمنی رو مسلح کردن و حدوداً 20,000 دانشجوی یمنی رو آموزش های تکنولوژیک نظامی دادن تو عراق و سوریه و حزب‌الله و فلسطین و ایران، فرستادنشون یمن. اینه ای که اون پهپادها رو میسازن اونا هستن تو یمن. درست. توجه کردی؟ بعد یه چیزی دیگه، عربستان و آمریکا و امارات اومدن یک کانال انحرافی بذارن از پشت عمان، از فجیره و اینا دو تا خط لوله بکشن از راه خشکی به دریای عمان که احتیاج به تنگه هرمز نداشته باشن و بتونن کشتی‌های ایران رو اونجا بزنن. ایران چی کار کرد؟ ایران فوراً شهری به نام سعده که درست وسط دریای سرخه، درست ساحل دریای سرخه، این زمان احمدی نژاد بود، اومدن یمنی ها رو به موشک‌انداز مسلح کردن درست تو ساحل شهر بندر سعده، که اگر کشتی آمریکایی یا فلان بخواد از اونجا
خودشو در ببره اینجا بزننش، یر به یر شد دوباره. میدونی منظورم؟ بله درسته. همینی یعنی این یه جنگ حیاتیه برای ما. بعد الان هم که معلومه، الان اخیراً میدونی که دولت یمن اعلام کرد که ما در صورت ضرورت کشتی های کشورهای آمریکا، اسرائیل و عربستان کشتی نفتی و تجاریشون رو میزنیم. همین یه هفته پیش اولتیماتوم داد. درست. هنوز ایران و یمن نمیخوان وارد ماجراجوهای بزرگ بشن. به الا میتونن کشتی های ترکیه، آمریکا، اسرائیل و همه رو بزنن اینجا. یعنی اینجوری نیست که ایران دست بسته اونجا و میتونن کشتی های ما رو بزنن. از که خبرها نیست. منتها ایران هنوز، ببین ایران داره پایه خودش رو سفت میکنه. کارخانه پهبادسازی رو ساخته تو تاجیکستان در مقابل پهبادهای بیرقدار ترکیه. توجه کردی؟ درست. این یک تودهنه به ترکیه. ایران داره زیربنای به اصطلاح استراتژیکی خودش رو با اتحادش با طالبان، با تاجیکستان، با بخشی از مردم چیز ازبکستان محکم میکنه، جای پاشو محکم میکنه که بتونه اونجا نفوذ داشته باشه. ببین آقای رئیسی که تو کاخ سفید نماز خوند، این نماز من این نماز نظر 100 درصد نماز سیاسی بود. منظور در من آقای مزاری، منظور در کاخ کرملین. کرملین خود میخوام. یه دفعه دوستانی ما یه دفعه میگه که رفته بود، من خبر نداشتیم. اون نماز تو تمام جمهوری های قفقاز مسلمون هم شعرا و دبان نویسندگان فرهنگشون بیشتر فارسیه. درست. ابن سینا، درختی، بارابی، اینا همه اصلا ترک هست ولی کتاباشون به فارسیه. درست. اینا بسیار فرهنگ نزدیکی زیادی با فرهنگ ایران دارن. و کار رئیسی درست در این مسیر بود که به اینا پیام داد که ما همون برادران سابق هستیم. درست. من میام راجع به اختلاف در ایران. ببینیم یک دوست هنرمندی یا آقای هنرمندی چند روز پیش یک سخنرانی کرد، یک کلیپ پخش کرد که اختلاف ها رو گفت و بعد گفت که چرا ما به فلسطین میدیم پولمون و خرج ملت خودمون نمی کنیم. یه هنرمند بود، اسمش نمیدونم چیه. ببینید آره، ببین آقای مزار، من یه سوال اینجا مطرح کنم، شما اینو جواب بدین. خب ببین، من بارها راجع به این زیاد میشنوندی، چون تبلیغات زیاده، پولای کلانی که خرج میشه دو شبکه ها فلان دیگه، همه میدونن این شبکه های ایران ستیز میگن آره پولای ما تو فلسطین خرج میشه، ما مردم ایران بدبختیم. حالا من سوالی که همیشه میکنم، آیا امریکا سالی 4 میلیارد پول مردم امریکا را در اسرائیل خرج میکنه ایرادی نیست؟ میگه نه اونا میتونن ما نمید. حالا میگم بابا جون، اگر کشوری که برای منافع ملی و همچنین سیاست های خارجی باید هزینه بکنه دیگه، سیاست خارجی کشور هزینه داره، امریکا اونجا را پارکینگ لات کرده هزینه هم میکنه و ما هم اینو میدونیم. حالا هزینه‌ای که مثلا ایران میکنه اینا چند برابرش میکنن در فلسطین، ولی در ارتباط با منافع ملی که اینها با هم یه استراتژیک دارن. الان شما توضیح دادید که این کار دیروز نیست. مثلا ببینید، یه چیزی که من به اینا میگم زیاد خوششون نمیاد و اون اینه، در جنگ تحمیلی 8 ساله عراق بر علیه ایران، یکی از کشورهایی که به ایران کمک میکرد سوریه بود. حالا اینا میگن چرا؟ خب چرا اون موقع سوریه تنها کشوری که جلوی همه وایستاده بود به ایران کمک میکرد، حالا سوریه احتیاج داره ایران کمک نکنه؟ این نامردیه به نظر من. میفرمایید؟ درسته. ما ببین، من یه چیزی به شما بگم. من یک مقاله ترجمه کردم، یک مرکز مطالعاتی روسیه یک کتابی نوشته درباره کمک های آمریکا و عوامل خودش. این کتاب مستند ها، یک ارشیوی معروف روسیه است. درست. من بخشی از این کتاب از عربی ترجمه کردم به فارسی. حالا
خلاص فقط یک قسمتش در جریان موقعی که تو متر داشت انقلاب میشد، آمریکا خوب دقت کنید 148,700 نفر جاسوس حقوقی داشت. که از مصری ها، از امریکایی، همین سازمان امریکایی. درست. دوباره میگم 148,700 نفر ماهانه حقوق میگرفتن از دفاتر امریکایی. خوب. برای که علیه انقلابیون، علیه بر ضد دولت مصر کار کنن. درست. این چقدر میشه؟ این 148,700 نفر. این مقاله رو من میفرستم تو سایت شما، بگذارین که مردم بخونن. حتما. میدی چی میگه؟ آمریکا من معتقدم بیش از 4 میلیارد اینا خیلی، من باور دارم درتون یه جایی اسناد میفرستم که بیش از 10 میلیارد دلار خرج میکنه برای مثلا خائنین پادوان، این وطن فروشانی که صبح تا شب توی رادیوها فلان و فلان صحبت میکنن، به دروغ تبلیغ میکنن، رادیو از تلویزیون عربستان و فلان فلان اینا. درست. میگه ایران ایران به کی؟ خود همین دولت عراق حدودا کی بود؟ یه ماه، نه بیشتر، 4 ماه پیش بود 100 میلیون دلار داد به جنبش فلسطین. درست. توجه کردی؟ دولت عراق فقیر نیست. کی میگه دولت عراق که ما کمک به دولت عراق میکنیم؟ اصلا عراق خیلی جامعه بازیه. ببین عراق از وقتی که مالکی اومد، تمام مناسبات آزادی های مردمی و دموکراتیکی که دوره صدام، دوره عبدالسلام، دوره فلان فلان باز همه رو برگردونه. الان شما نگاه کنید، یک چهارم اعضای مجلس عراق زنن، یک چهارم. یعنی دولت عراق اونطوری نیست که ایران بخواد کمکش کنه. درست. ایران منافع بسیار زیادی از تجارتش با عراق میدن، خیلی، تو تمام مغازه های عراق کالای ایرانیه، گاز میده، نفت میده، بنزین میده. بعضی موقع شده 2 ماه 3 ماه عقب افتاده پول گاز و این چیز عادی بوده، دوباره پرداخت کردن. من این چیزا رو دنبال میکنم، همه رو تمام من دنبال میکنم. اتفاقا آقای مزاری، میدونی چی شده بود؟ یه چیز خیلی عجیبی اتفاق افتاد که الان تبلیغات من خدمت میگم. زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، ایشون رفت عراق و سخنرانی کرد در هیئت دولت. بعد میدونی که عراق محاصره شده بود، کلن همه چیزش دست امریکایی‌ها بود و رئیس جمهور امریکا حتما باید یواشکی میرفت اونجا دیگه. یکی از چیزایی که ترامپ رو خیلی عصبانی کرد این بود، گفت ما میلیاردها دلار، حالا اینجا میگه خلبان، میگه اینجا باید با چراغ خاموش وارد عراق بشیم، این چجوریه؟ ارتشمون اونجاست، ما باید یواشکی. گفت آقا اینو باید قطعش کنید، این به درد نمیخوره. حالا آقای احمدی نژاد که سخنرانی کرده بود اونجا، تبلیغات شده بود که هیچکی گوشی نزده بود به گوشه، اصلا اهمیت نمیدادن که احمدی نژاد چی میگه، در صورتی که یه نفر اونجا گفت نه آقا، احتیاج به مترجم نداشتن، همه اونا فارسی میدونستن، چون همه اونا در ایران زندگی کرده بودن زمان صدام. بله. نه اصلا ببین، من رابطه ایران عراق یه بخش مذهبیه، بخش اصلی ترش تاریخی. ملت عراق ببینید در کشورهای عربی 100 میلیون 200 میلیون چقدر عرب هست؟ در تمام کشورهای عربی مرکز عربای ضرب المثلی دارن، میگن یکتب فی البصره یطبع فی القاهره، میگه تو بصره نوشته میشه، تو قاهره چاپ میشه. آه جالبه. عراق مرکز ادبیات جهان عرب، کوفه و بصره بزرگترین محققان، شعرا، ادبا تو بصره هستن، از منطقه بصره در میان. خود همین مالکی مال بصره هست. آه. و اما درباره مالکی، این مالکی معلم بوده،
پدرش نه جد جدش عضو وزیر فرهنگ تو کابینه انقلابی اون زمان عراق بوده. لقبش منظورم شهر بصره هست. درست بصره در عراق. بله. معروف بوده به ابوالمحاسن. یعنی کسی که بیشترین حسنها رو داره. چرا؟ یک میشاره به این حسنش رو بگم. ایشون گزارش کشوری وزارت فرهنگ رو بالبداهه با شعر میداده. استعداد ببین. ما نداریم. ما هیچ وقت ایران اینجوری نداشتیم. درست. چرا؟ چون عالی بصره بوده. بصره مرکز ادبیات جهان عربه. تاریخ عراق از تاریخ ما خیلی جلوتره. آشور و بابل و نفار و فرافران اینا این همین عراق هست. خط میخی رو ما از اونا گرفتیم. اولین قانون، اولین قانون حمورابی تو عراق نوشته شده. لوحه های حمورابی تو بغداد هست. ببین همین هست که بعد وارد از طریق یهودیان وارد اسلام شد که دست قطع کنین چشم در بیارین و فلان. این مال 5 تا 4 تا 5 تا پیشه. در اون زمان اولین قانون بوده، از بی قانونی جلوگیری میکرده و مترقی بوده نسبت به اون زمان. توجه میکنی من منظورم چیه؟ بله. این مال 5 تا 4 تا پیشه. درست. ولی یه قانون بوده که کسی دستی کسی رو قطع نکنه، کسی کسی رو کور نکنه، کسی دندون کسی رو نشکنه. خب این رو هست تو بغداد. اصلا اولین قانون اینه. ملت عراق این ملت با فرهنگ هست و همین دلیل مقاومت اینا بود که هر هیچ شکی نیست قاسم سلیمانی و نیروهای سپاه پاسداران نقش ثانوی داشتن، ولی ملت عراق مقاومت اصلی رو کردن و آمریکایی‌ها رو ریختن بیرون که هنوزم ادامه میدن. ادامه میدن. سخت باشدن اونجا. درست. بروز چند روز پیش اولا در عراق هشت و شعبی یه چیزی مثل سپاه پاسداران توجه کردی؟ درست. یک رابطه گسترده و عمیق. بعد هشت شعبی تو ایران، هشت سپاه پاسداران ایران ما به لحاظی از چیز عراقی ها عقب کرد، چون هشت شعبی ها هشت شعبی کرد دارن، هشت شعبی مسیحی دارن، هشت شعبی صاحبی دارن، مال ملنا و اقوام و مذاهب مختلف شعبه خودشون دارن اونجا. آقای مزاری، هشت شعبی به فارسی چی میشه؟ بسیج عمومی، بسیج توده. جالبه. من چون عربیم ضعیفه به این خاطر دو خوب معلومه دیگه. بسیج عمومی، همین بسیج خودمون هست. آره بسیج خودمون دیگه. درست. همین الان 160,000 عضو داره. با ماشاءالله. همینی؟ همین دلیل آمریکا اونجا تکون نمیتونه بخوره. و ضمناً آقای نظری میگم که آره، ولی جالبه که اینا از مملکت خودشون دفاع میکنن دیگه، جای دیگه که نیستن. بله. اهمیتش در اینه دیگه. ببین من یه مثالی از اولین حرکت مقاومت علیه آمریکایی‌ها برای شما بگم. اولا بهتون بگم خود صدام وقتی عراق اشغال شد پیشنهادات زیادی کردن، گفتن بیا برو هر کشوری بخوای. گفت نه، اونا اومدن خاک من اشغال کردن، اونا باید برن بیرون. تا روز آخرم میجنگی. دوم، اولین انفجاری که تو میدان تحریر عراق انجام گرفت و 4 سرباز آمریکایی کشته شد. یک زن و مرد عراقی، فیلمش عکسشون تو مجله تو سایت البصره.com زده بود. من میخوندم، من هم وقتا خوندم. ببین یک زن و مرد عراقی که مرد گروبان بود، از این گروبان سه تا خط میگاشه مثلا اومدن یک قرآن گذاشتن جلو خودشون، اولا به خودشون بمب بستن. دوم یک کلام قرآن مجید گذاشتن جلو خودشون، یه پرچم عراق دست گذاشتن توش، قسم خوردن که ما انتقام میگیریم و نمیگذاریم بیگانه تو خاک ما باشه. و اومدن تو وسط میدون تحریر خودشون رو منفجر کردن، یه عده آمریکایی رو کشتن. اون روزا خبرش من دنبال میکردم. من چند سال همون
روزهای جنگ هفته نیم ساعت تو رادیو تلویزیون آقای حسیبی گزارش جنگ عراق پخش میکردن، صحبت میکردن. درست. یکی دارو میگفتن من. میدونی؟ ایرانی ها خیلی میهن پرستن. مثل خود ما ایرانی ها نمیخوام بیگانه بیان تو کشورشون. دقیقا همینطوره. ملتی هم دارای تاریخ طولانی، ادبیات، شعر، نمیدونم آثار باستانی، یک ملت بزرگی هم. و علت اتحادشون بابا همینه. و این افتخاری برای ما و افتخاری برای اینا که دو تا ملت استقلال طلب، آزادی خواه، دارای ادبیات، دارای فرهنگ، دارای تاریخ عنیق، ما متحد شدیم با هم بر علیه استعمار. فلسطین در کنارمونه، حزب الله در کنارمونه، سوریه در کنارمونه، فلسطین در کنارمونه. این یک قطب قدرتمندی که روسیه رو ما حساب میبره. دقیقاً. آقای مزاری چند دقیقه بیشتر به وقتمون باقی نمونده، دلم میخواد نه جمع‌بندی برای اونایی که در این تبلیغات وحشتناک رسانه‌های ایران ستیز هی مرتب میگن آره مردم ایران بدبخته، ایران داره پولاشو به فلسطین میده، به حزب الله میده، نمیدونم تو عراق چیکار میکنه، همه اینا، ولی یک کلمه نمیگن که آقا ما یعنی در حقیقت یک مقاومت ملی و منطقه‌ای به نفع کشور ماست دیگه. همه دارن همسایه‌های خودشون رو حفظ میکنن. همین رو دارن. مردم ایران عاقلن آقای مرتضوی. میدونن چرا تحریمن، زیر تحریمن. میگه به قول یک سعدی میگه که نخورد شیر نیم خورده سگ گر به سختی بمیردن در حال. من یه چیز میخوام بگم همینجا. راجع به دولت. دولت اقتدار نداره جلو این اختلاس ها میگیره. میتونه با من این اختلاس ها وضع مردم رو بهتر کنه. من این دلیل نمیشه که مردم رو میارن به دیوانه. مردم مشکلات تحمل میکنن به خاطر وطنشون، تاریخشون، ادبیاتشون، مقاومت هاشون. مردم یه ملت هن اینجا. یه ملت چند هزار ساله که تاریخ پر افتخاری دارن و امروز هم پشت این تاریخ بستادن. دقیقا. این یکی بیاد نمیدونم جاسوسی کنه و کنه میگه ممکنه یه مش چند آدم های که اراده ضعیفی دارن، سواد سیاسی ندارن، ضعف ضعیف و نفسن رو بیارن به اینا. ولی ملت ایران یه ملت تاریخیه با پیشینه های بسیار قوی و این انتقاد به دولت وارده. ببین یک مقاله آقای ببین بعد اینو من بگم، مسئله عدالت یک مقوله بسیار پیچیده و تاریخی و مشکل. من شاید یه اجازه بگیرم بیام راجع به مقوله عدالت در تاریخ و در ایران صحبت کنم. حتما این کارو نمیشه به سادگی از بینش برد. درست. ولی من اینو به شما بگم، ببین در ایران اختلاس واقعا بیداد میکنه. کارخونه ها، مؤسسات بزرگ تولیدی در دست یه عده غارتگره و اجازه نمیدن این ثروت بین مردم توزیع بشه. دولت آقای رئیسی تهدید کرده ولی عملا جرأت نکرده به پای به اصطلاح برخورد کردن با این مسئله. حالا به مسئله بسیار حیاتیه برای ملت ما. حالا به زودی شروع میکنن. تاریخ ما، منطقه ما برای ما خیلی مهمه. درست. حالا به زودی شروع خواهند کرد آقای مزاری. من مطمئنم که آره من یقین داشته باش، یقین دارم این کارو خواهند کرد. بله. چون تنها راه نجات ایران همینه. ما مشکلمون در داخله، بنابراین اینم دست خود ماست. من خبر دارم که انشالله به زودی یخه اینا رو خواهند گرفت. تا دیروز رو درواسی کردن ولی الان دیگه اختارا داده شده که آقا ما نمیتونیم مملکت ما را همینطوری به نابودی بکشیم و شماها نشستید و دارید استفاده میکنید و مطمئنم که این خواهی خواهند کرد. آقای مزاری یک کلمه بگم. بفرمایید. ببین دولت سوریه به ایران زمان روحانی پیشنهاد کرد، گفت شما بیاین بندر ترتوش رو از ما بگیرین خودتون ادارش کنین. روحانی فاسد و بی حیا و بی وجدان گفت ما بودجه نداریم، که دروغ بود. سوریه میخواد کمک کنه، همبستگیش با ایران تقویت کنه. گوش میکنیم؟ بله. این بندر من نمیدونم الان دست کیه، ولی دولت واقعا سوریه نظر به علاقمندیش میخواد مدیریت بندر ترتوس که به نفع ما، به نفع ما بود. من خیلی ناراحتم اون روز که این شنید خوندم، سرم درد میگیره وقتی یادم میاد. حق داری. خیلی ممنون.
آقای مزاری، تا گفتگوی دیگر من به شما روز بخیر میگم. سپاسگزارم از وقتتون. خدا نگهدارم.